گزارش سازمان ملل پیش بینی می کند که بحران ناامنی غذایی در یمن که ناشی از چندین عامل مهم مانند کمبود بودجه و کمک های بشردوستانه، نارامی در دریای سرخ، قیمت بالای کالاها و کاهش ارزش واحد پول ملی می باشد، تا سه ماهه سوم سال 2024 همچنان ادامه خواهد داشت. همکارم بخشی از این گزارش را روایت نموده که در ادامه با هم آن را می بینیم. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو در گزارش فصلی خود در رابطه با وضعیت امنیت غذایی یمن اعلام کرد. پیش بینی می شود که ناامنی غذایی در یمن از ماه ژوئن آینده بدتر و در سپتامبر 2024 هم وخیم‌تر خواهد شد. فاو تأکید کرده که تعداد خانواده هایی که از مصرف ناکافی مواد غذایی رنج می برند در مقایسه با 43% در سه ماه گذشته و 47% در مدت مشابه سال گذشته به 49% در مارس 2024 افزایش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که درگیری‌ها و آشفتگی‌های جاری در دریای سرخ منجر به افزایش هزینه‌های انتقال مواد غذایی به دلیل افزایش حق بیمه‌های دریایی شده که ممکن است قیمت مواد غذایی را فراتر از میانگین سه سال گذشته افزایش دهد. آژانس سازمان ملل متحد هم چندی پیش هشدار داد که عدم دستیابی به منابع مالی کافی و فوری برای اقدام‌های بشردوستانه میلیون‌ها یمنی را با تشدید بیشتر ناامنی غذایی با خطر بیشتری مواجه می‌کند. برنامه جهانی غذا نیز در گزارش سال 2023 خود در رابطه با وضعیت یمن تأکید کرد که به 47% از جمعیت یمن در سال 2023 کمک کرده، اما خلأ مالی این نهاد را مجبور به کاهش یا حتی تعلیق کمک به میلیون ها نفر کرده است. دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هم در گزارشی اظهار داشت برای سال جاری 18,200,000 نفر در یمن به کمک نیاز دارند، در حالی که کمک‌های مالی در سال گذشته از 40% فراتر نرفت. گفتنی است که بروز فاجعه انسانی در یمن با هشدار جدی 22 سازمان بین‌المللی از جمله جمعیت امداد اسلامی، آکسفام، سازمان حمایت از کودکان و تعدادی دیگر از سازمان‌های بشردوستانه مواجه شد که نگرانی عمیق خود را از وضعیت رو به وخامت انسانی در یمن ابراز کردند. بر اساس برخی گزارش ها فقط یک وعده غذایی در روز سهم اکثر خانواده ها در یمن می باشد و بحران گرسنگی فاجعه بار در این بخش از کره زمین در حال خودنمایی است. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران با ما همراه هستند تا پیرامون این گزارش توضیحاتی ارائه نمایند. آقای جوادی، سلام عرض ادب. سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همکاران محترم و بینندگان عزیز در خدمت هستم. بزرگوارید، ممنونم. آقای جوادی، آیا این امید وجود داره که گشایشی برای مردم یمن و پایان مشکلات چندین ساله آنان ایجاد بشه؟ به نظرم اگر اجازه بفرمایید به یه مقدمه خیلی کوتاه جواب سوال رو من تقدیم میکنم. بفرمایید. ببینید، به توجه به آغاز جنگ داخلی یمن از سال 2009 و بعد از اون هم آغاز جنگ با عربستان و متحدینش که حالا به دلیل موقعیت استراتژیک یمن صورت گرفته بود، ما حاصل این جنگ از بین رفتن زیرساخت‌ها و کارخانجات و مناظر تحصیلی مشاغل مردم و به یه جمله خاص و خلاصه از کردن تحصیلی جریان زندگی مردم رو باعث شده. در نتیجه فقر و فلاکت خب به صورت گسترده همه کشور رو فرا گرفته و یمنی که مشهور به بهشت عربی بود به دلیل کشاورزی گسترده و حالا رونق متوسط اقتصادی که داشتن، الان به یه کشور زیر خط فلاکت رسیده.
با توجه به این خسارات زیاد جنگ و قحطی حاکم شده، ببینید امدادهای بین المللی فقط میتونه وعده غذایی مردم رو که حالا توی گزارش هم اشاره کردن، حالا یه وعده رو فراهم کنه. و واقعا تقسیم کمک‌های بین المللی اونم بین حدود 19 میلیون نفر که حالا دارن رو به افزایشن، واقعا هم به مشکل و بعضی موقع ها به تبعیض و مشکلات زیادی هم داره. شاید عده‌ای نتونن بهره‌مند بشن، ناامنی شدید غذایی پیش بیاد و یقینا با این وضعیتی که داره پیش میره میتونه منجر به فاجعه و قحطی بشه. این کمک ها چاره اساسی نیست، نمیتونه جریان و امید به زندگی رو تو یمن هم باز داشته باشه. و به نظرم اگر همین امروز الان جنگ متوقف بشه و بازسازی کشور یمن رو آغاز کنن، حداقل 2 سال برای برگردوندن وضعیت معمولی مردم و توسعه کسب و کار لازم، که چنین چشم‌اندازی رو بنده با توجه به مطالبی که در قبل عرض کردم و با توجه به آسیب‌های شدید اجتماعی و روانی تا اکثریت مردم و اینکه واقعا مشکل دیگه عدم تحصیل میلیونی کودکان، به نظرم دور از ذهنه و امید داریم که تلاش‌های بین‌المللی با جدیت و خارج از معادلات معمول و معاملات رایج برای جلوگیری از گسترش خسارت ها و فاجعه شدید انسانی صورت بگیره. اگر مطالب کافی هست بازم من هست کنم خدمتتون. ممنونم، تشکر میکنم از شما. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک، از تهران همراه ما بودند.